خب سلام میکنم به همه دوستای خوبم امیدوارم حالتون خوب خوب باشه و به کلاس درس خوش اومدین امروز میخوایم با همدیگه به همبستن سری خازنها رو یاد بگیریم بذارید پس من بنویسم به همبستن سری خازنها جلسه قبل با هم دیدیم که اگر چند تا خازن رو ما به صورت موازی به هم ببندیم چه اتفاقی میافته و تعریفمون رو هم از موازی یادتون هست که معنیش این بود که سر سمت چپ همه خازن ها به یک نقطه و سر سمت راست همه خازن ها هم به یک نقطه وصل میشه و خب این نقطه هم ما میایم وصلش میکنیم مثلا به یک باتری و با هم دیدیم که اگر این خازن اندازش سی یک باشه این خازن اندازش سی دو و این سی و خب این باتریمون هم اندازش وی ولت باشه مثلا دوازده ولت حالا خیلی مهم نیست دیدیم که من میتونم همه این خازن ها رو بردارم و به جای این خازن ها یک خازن معادل قرار بدم که اندازش هست یک به علاوه سی دو به علاوه سی سه و البته دیدیم که این رابطه دقیقا از کجا میاد اثباتش رو با هم دیدیم و بعد اونو وصل کنم به همون باتریم و در این مجموعه باری که ذخیره میشه یعنی کیو T دقیقا برابر هست با مجموع باری که روی این سه خازن ذخیره میشه یعنی این یک خازن معادل هست با این سه خازن از لحاظ رفتاری که در مدار نشون میده یعنی یک اختلاف پتانسیل بذاریم دو سرش یک مقدار بار توش ذخیره میشه چیزی که این جلسه میخوایم با هم دیگه ببینیم اما حالت دیگه‌ایه که خیلی برای ما مهمه و اون اینه که اگر من بیام سه خازن رو مثلا یا هر تعدادی خازن رو به صورت متوالی یا همون سری به هم وصل بکنم و بعد بیام اونها رو وصل بکنم به یک باتری چه اتفاقی میافته؟ خب به من بگید شما الان از روی شکل میتونید خیلی واضح فرق مثلا این سی یک سی دو سی سه فرق این ترکیب رو با این ترکیب ببینید حتما میتونید ببینید چرا؟ چون اینجا هر سه سر سمت چپ این خازن ها وصل بود به یک نقطه که همون پتانسیل مثبت باتری بود و هر سه سر مثبتشون وصل بود به یک نقطه که همون پتانسیل منفی باتری بود و منابر این اختلاف پتانسیل این دو سر این سیم نیست تا این من دارم شکلش رو میکشم برابر بود دقیقا با همون اختلاف پتانسیل دو سر باتری مثلا دوازده ولت مثلا این هم میشود دوازده اما در این حالت اینجوری نیست بلکه باتری وی ما اومده و فقط وصل شده به سر سمت چپ این خازن و سر سمت راست این خازن و بنابراین این ترکیب متفاوت پس بیایید با هم ببینیم چه اتفاقی در این مدار دقیقا میافته خب وقتی که من میام سر منفی باتری رو وصل میکنم به این نقطه و سر مثبتش رو به این نقطه همونجوری که قبلا دیدیم الکترون ها سر منفی باتری یک منبع تموم نشدنی الکترونه یعنی میتونه دائم الکترون تولید بکنه البته تموم میشه ها ولی میشه باتری رو شارژ کرد ما الان فرض میکنیم که به اندازه کافی باتری ما جا داره یا اصلا به برق وصله و بنابراین الکترون ها رو میفرسته روی این صفحه خازن خب وقتی که الکترون ها میان روی این صفحه خازن من مطمئنم که از جلسات قبل یادتون هست که باعث میشه که بار مثبت روی این صفحه جمع بشه در حقیقت باعث میشه الکترون های که روی این صفحه هستن برن و روی این صفحه قرار بگیرن و در نتیجه اینجا بار مثبت جمع بشه بار مثبت یعنی کم بود الکترون بار منفی یعنی زیاد بودن الکترون و بنابراین همین اتفاق اینجا هم میفته یعنی روی این صفحه بار مثبت جمع میشه روی این صفحه دوباره بار منفی القا میشه و همین اتفاق و نکته مهم اینه که باری که در این سه خازن پدید میاد به خاطر اتصالشون به باتری دقیقا با هم برابره خب برای اینکه این صفحه هر چقدر بار منفی جمع بکنه دقیقا روی صفحه مقابلش همونقدر بار مثبت ایجاد میشه و اینقدر بار مثبت یعنی دقیقا اینقدر الکترون ازش دور شده یعنی همونقدر الکترون روی این صفحه خازن هست و همینطور میتونید ادامه بدید بنابراین بار این سه خازن با هم برابر هست خب حالا که دیدیم بار این سه خازن برابره بیایید من برای این نقطه های مدارمون یک اسمی بذارم مثلا نقطه A، نقطه B، نقطه C و نقطه D خب ما میدونیم که پتانسیل نقطه A برابر هست با پتانسیل سر مثبت باتری چون وصل به سر مثبت و پتانسیل نقطه D هم برابر با پتانسیل سر منفی باتری خب حالا من میام اختلاف پتانسیل دو سر این خازن رو یعنی فاصله A تا B رو اسمش رو میذارم V1 فاصله B تا C رو اسمش رو میذارم V2 و فاصله C تا D رو اسمش رو میذارم V3 اصلا کار پیچیده ای من نمیکنم دارن یه سری اسم میذارم خب ما الان میدونیم که V1 به علاوه V2 به علاوه V3 کلا مساوی میشه با V بزرگ یعنی مساوی میشه با کل پتانسیلی که دو دور این خازن ها قرار گرفته اینو میتونید شما با چشم هم ببینید دیگه چون مجموع این پتانسیل و این پتانسیل و این پتانسیل دقیقا برابر هست با باتری اما بذارید من اینو یه خورده دقیق تر براتون بنویسم وی که ما برابر هست با وی آ منهای وی بی درسته؟ چون وی یک اختلاف پتانسیل دو سر این خازنه یعنی وی نقطه آ منهای های وی نقطه وی چقدر وی دو چطور؟ وی دو هست شما بگید وی بی منهای های وی سی درسته و وی سه برابر هست با وی سی منهای های وی دی اختلاف پتانسیل این دو نقطه و اگر من اینها رو با هم جمع بزنم همونجوری که میبینید این VAB با این VAB ساده میشه این VAC با این VAC و این مساوی میشه با VA منهای VA D یعنی پتانسیل این نقطه منهای پتانسیل نقطه D که این دقیقا برابر هست با وی مثبت منهای وی منفی یعنی دقیقا به اندازه پتانسیل باتری خب حالا به هر حال این چیزی بود که با چشم هم میشد دید اما من میخواستم شما حتما دقیق رو هم ببینید که بعدا خودتون هم بتونید حساب بکنید خب حالا بیایید یک سری چیزهای راحتی رو بنویسیم ما دیدیم که V1 به علاوه V2 به علاوه V3 مساوی میشه با V بزرگ از طرفی ما یک چیز خیلی مهم دیگه از فرمول خازن میدونیم ما میدونیم که در خازن اندازه باری که ذخیره میشه یعنی کیو برابر هست با ظرفیت خازن ضرب در پتانسیل دو سرش بنابراین پتانسیل دو سر یک خازن میشه باری که روش ذخیره شده تقسیم بر ظرفیتش بنابراین این V1 یعنی پتانسیل دوسر سر خازن یک مساوی میشه با Q تقسیم بر C1 V2 مساوی میشه با Q تقسیم بر C2 و V3 مساوی میشه با Q تقسیم بر C3 و این در مجموع مساوی میشه با کل ولتاژی که روی دو سر این خازن ها است خب حالا من میتونم فاکتور بگیرم از این کیو و بنویسم که کیو ضرب داره یک به سی یک و علاوه یک به سی دو و علاوه یک به سی سه مساوی میشه با وی درسته؟ خب اجازه بدید من یه خورده این قسمت های بالا رو پاک بکنم که ما بتونیم اینجا یک چیزهای دیگه ای هم بنویسیم خب حالا شما فرض کنید من بخوام کل این مجموعه رو با یک خازن مثل این حالت جایگزین کنم یعنی یک خازن بذارم که اندازش باشه سی تی و این هم باشه همون ولتاژی که ما اینجا داریم خب خب حالا بذارید من فرمول خازن رو برای این از همینجا بنویسم این میشه کیو تقسیم بر این خازن معادل برابر هست با ولتاژ این یعنی چی؟ یعنی اگر من بخوام با این باتری ثابت دقیقا همین مقدار بار توی این خازن ذخیره بکنم باید یک خازنی به اندازه سی بذارم از طرفی ما داریم اینجا میبینیم که کیو ضرب در این نسبت ها، یعنی یک به سی یک به و یک به سی دو به و یک به سی یک سه، برابر میشه با وی اینجا هم ما داریم میبینیم که کیو ضرب در یک به سی اتی، یعنی کیو تقسیم بر سی تی میشه V بنابراین اگر یک به سی اتی من دقیقا برابر با این مقدار باشه نتیجه که حاصل میشه اینه که همینقدر بار توی این خازن معادل من ذخیره میشه بنابراین اگر من سی اتی رو جوری انتخاب بکنم که یک به سی اتی مساوی باشه با یک به سی یک به علاوه یک به سی دو به علاوه یک به سی سه. در این صورت من میتونم به جای کل این مجموعه قرار بدم یک به سی تی و میبینم که کیو تقسیم بر سی میشه V. یعنی دقیقا من میتونم با این مقدار سی تی همینقدر بار با همون باتری قبلیم توی این ذخیره بکنم و این مجموعه دقیقا معادله این مجموعه رفتار میکنه خب حالا دیدیم که خازن های موازی و خازن های سری ما میتونیم چجوری معادلشون رو به دست بذارید من خیلی کوتاه یک مثال هم مثلا بگم مثلا فرض کنید من یک خازن دارم که اندازش هست مثلا دو میکروفارات یه خازن دیگه هم دارم اندازش هست سه میکروفارات میخوام ببینم خازن معادل این مجموعه چقدره خب خیلی راحت از همین فرمول استفاده میکنم میام اینجا مینویسم بذارید من این خط بکشم اینجا میشه یک به سی مساوی میشه با یک به سیک سی یعنی دو میکروفاراد و علاوه یک به سی دو یعنی سه میکروفاراد که این مساوی میشه با پنج شیشم بنابراین Cتی من مساوی میشه با 6 پنجم درسته؟ چون یک به سیتی بود پنج شیشم بنابراین من میتونم این دوتا رو بردارم و به جای این دوتا یک خازن بذارم که دقیقا برابر هست با 6 پنجم میکروفاراد خب حالا که اینها رو دیدیم من بهتون قول میدم که کاربورت های خازن های موازی و سری رو خیلی بیشتر با هم ببینیم در جلسات آینده خداحافظ